سلام، به یک قسمت دیگه از برنامه‌های وایت بورد خوش اومدین. امیدوارم خوب باشین و از طبیعت زیبای ونکوور لذت میبرین. مطلبی که امروز در موردش میخوام با شما صحبت بکنم گسترش شبکه ارتباطیمون هستش و استفاده درست از سوشال میدیا و یا رسانه‌های اجتماعی در محیط اینترنت شبیه فیسبوک. و برای ماهایی که میخوایم وارد کانادا بشیم و احتیاج به اطلاعات درست در مورد کاریابی، مهاجرت، پیدا کردن خونه داریم، به کدوم سایت ها مراجعه بکنیم که اطلاعات دقیق و درست بگیریم؟ این روزها استفاده از فیسبوک و وجود گروه های متفاوت در فیسبوک بسیار زیاده و مطمئناً کسانی که این اطلاعات رو میخوان رد و بدل بکنن همه هر کدوم دارای یک سری اطلاعات شخصی و تجربه هستن. متاسفانه در یک سری از این رد و بدل شدن اطلاعاتی به ماها داده میشه که اساس درستی نداره و متاسفانه ممکنه که باعث بشه ما تصمیمای نادرستی رو بگیریم. بنابراین خواهشی که ازتون دارم اگر که از این رسانه های اجتماعی در محیط اینترنت استفاده می کنید، یک، حتما مطمئن باشین کسی که به شما اطلاعات میده واقعا اطلاعات درست رو داره. دوم اینکه واقعا سایت های خیلی مفیدی وجود داره که شما میتونید برید و از این سایت ها استفاده بکنید. به عنوان مثال من تو محیط کاریم خیلی برخورد کردم، داشتیم کسایی که اینا وسط سال تحصیلی وارد کانادا شدن و بهشون گفتن چون شما وسط سال اومدید مدارس ثبت نام نمیکنه مگه اینکه مدارس خصوصی برید، و اینا مجبور شدن که شهریه‌ای هنگفت بدن برن مدرسه خصوصی و بعدن وقتی که برای ثبت نام پیش ما اومدن دیدن که خب اطلاعات نادرست بوده. یا مسائل دیگه که به هر حال هر کدوم از ما به یه نوعی باهاش برخورد کردیم. مسلماً قصد کسایی که اطلاعات دارن میدن همشون مثبت هستن و میخوان که مفید باشن، ولی الزاماً دلیل نمیشه این اطلاعات داده شده به کار همه بیاد. من اینجا شما رو آشنا میکنم با یه سری سایت هایی که دونستنش خیلی مفید هست و همطور که میدونین این روزها به دلیل اینکه مهاجرا خیلی زیاد هستن توی کل کانادا، به زبانهای مختلف هم توی این وبسایت ها ما میتونیم دسترسی پیدا بکنیم. اولین وبسایتی که میریم سراغش Welcome BC هستش. همچون که میبینین روی این کلیپ ها از نوع زندگی اینجا توی چون این BC مخصوص بریتیش کولومبیا هست و اگر شما هر استان دیگه کانادا بخواید تشریف ببرید هم مسلماً این سایت ها وجود داره. توی این سایت در مورد مهاجرت صحبت کرده، در مورد کار صحبت کرده و اینکه چه چیزایی رو باید بدونین و کجا برید که سرویس رو پیدا بکنید هم هست. ببینید به عنوان مثال Find Services، Settlement Service Agency Near You، کجا برید به خدمات اجتماعی که به شما کمک میکنه که در حال شهر ونکوور یا اطراف جا پیدا بکنید، در مورد بهداشت کانادا، در مورد مسائل امرجنسی. حالا من به عنوان مثال و حتی زندگی ببینید روزمره توی BC رو برای شما گفته. یه سایت دیگه خیلی اهمیت داره که بدونید، سایت خود Citizenship and Immigration هستش. اکثر ماها یه سری سوالات در مورد Immigration داریم. خود اینجا باز همطور که نگاه میکنیم به شما اینجا من نشون میدم در مورد شغل گفته، بعد میاد پایین وقتی آیکونشو که باز میکنید از اینکه چطور کار پیدا بکنید، حرفتون رو چجوری انتخاب بکنید، به دنبال کارفرما میگردید اگه میخواین بیزینس خودتون رو داشته باشید، استانداردهای کار کجا هست، حتی تا بازنشستگی و اینا رو همه رو برای شما توضیح داده. بخش ایمیگریشن هم به این صورت اصلا مهاجرت به چه معنی هست، انواع مهاجرت رو نوشته شده و تمام اینا به صورت خیلی اصطلاح که به کار میبرن یوزر فرندلی هست. سفر و جز به جز اینا رو که بخواین نگاه بکنید. به عنوان هر تازه وارد ما دنبال خونه میگردیم. بزرگترین مشکلی هم که بین مالک و مستاجر پیش میاد و چون که ما تازه وارد هستیم موقع بستن قرارداد خیلی چیزا رو نمیدونیم. از این سایت هایی که خیلی مفید هست واسه شما و من نام میبرم سایت ترک هست. توی این سایت هم تمام قوانین مالک و مستاجر رو برای شما توضیح میده و من اینجا میخوام سعی بکنم حتی نشون بدم به صفحه
فارسی اینام که اگر برین، چون این قسمتش که میای نوشته non English language more languages، وقتی که این رو کلیک میکنین خب تو این قسمت زبان ها که اومدم، ببینید این Persian که همون فارسی خودمون، روش کلیک میکنم. برای شما یه بروشوری هستش که به فارسی نوشته شده. ببینید تمام جزئیاتو که یک نفر برای اینکه خونه اجاره بکنه چجوری قرارداد بنویسه، چه چیزایی رو موقع بستن قرارداد باید در نظر بگیرید و همه اینجا نوشته شده. و با یه نگاه کلی به اینا شما تمام این اطلاعات رو گرفتین. اطلاعات منبعش درسته، به دلیل اینکه این سایت ها هر روزه در واقع up to date میشه، اطلاعات تازه وارد میشه. و حتی اگر شما کسی رو لازم داشته باشید که بتونه قوانین مالک و مستاجر رو به شما بگه، توی این سایت هست، که این به عنوان یه نمونه بودش که من اینجا برای شما آوردم. سایت دیگه ای که اینجا دوست دارم به شما نشون بدم، سرویس کانادا هستش که اداره کار و امور اجتماعی اینجا هست. و همونطور که بازم به خدمتون گفتم، تمام اینا برای شما اینجا توضیح میده. کسی اومده اینجا کار گرفته، بیمه بیکاری میخواد بگیره، اصلا بلد نیستش، همه اینا رو از بیسیکش نوشته شده که چجوری برین، چجوری فایل تشکیل بدین. یه قسمت دیگه ای بازم اینجا در مورد اینکه شما آدرستون رو میخواین عوض کنید، چه کارهایی رو باید انجام بدید، کار چجوری پیدا بکنید، تازه بچه دار شدید چه کارهایی رو باید بدونین، میخواین مدارکتون رو بدین برای اینکه ارزیابی بشه، اگر یه مشکل ناتوانی جسمی دارین چه امکاناتی براتون هست. تمام اینا به صورت درست در اختیار شما قرار گذاشته شده. بنابراین وقتی که شما دارین میرین توی این صفحه های سوشال میدیا و اطلاعات میدین، اینو بدونین که اونا فقط یه سری چیزایی هستش که اکثرا از طریق تجربهشون دارن با شما صحبت میکنن. و این شبکه ارتباطی که خیلی ما در مورد شنیدیم، نتورکینگ و اینکه میگن شما مهمه که کی رو بشناسید، اینجا در واقع تمام اینا به شما کمک میکنه که دسترسی پیدا بکنید به منابعی که وجود داره، کمک کردنه. من خیلی وقتا دیدم یک کسی دنبال کار میگرده، دنبال شغل به خصوص میگرده و میگه من این کار رو میخوام، کسی میتونه به من کمک بکنه. اینجور در واقع توی کانادا اینطوری دنبال کار نمیگردن، یا توی کانادا اینطوری دنبال خونه نمیگردن. شما خودتون هستید که باید تشریف ببرید با کسی که کار در واقع دنبال کار داری میگرده، شما این که باید برین دنبال کار بگردین. اگه شما دنبال خونه دارین میگردین، باید خودتون حضور داشته باشید، چون بعدن که میخواین خونه رو تحویل بدین با هزار جور مشکل برخورد میکنید و نبودن شما کمکی به این قضیه نمیکنه. ولی همینقدی که در واقع تمام این یه مقدار ایرادایی که توی سوشال مدیا هست من گفتم، ولی در این حال بودنشون هم خیلی مهم هستش. حداقل این هست برای ماهی که وقتی وارد اینجا میشیم و هیچ کس آشنا نداریم، حداقل میتونیم گروه های کوچیک فارسی زبون رو پیدا بکنیم، اطلاعات اولیه رو به دست بیاریم و دوستایی رو پیدا بکنیم که منجر بشه به دوستی های طولانی و ما رو از اون تنهایی اولیه در بیاره. اما تاکید من این هستش که برای به دست آوردن اطلاعات درست، لطفاً به سایت یا اشخاص و افرادی مراجعه بکنید که منبع درست اطلاعاتی هستند. انجام این کار به خود شما کمک میکنه که در آینده دچار دردسر کمتری بشین و خب به هر حال توی این پروسه مهاجرت زودتر و سریعتر با محیطی که دارین توش زندگی میکنین وقف پیدا کنید.